مقام های ارتش در کنداز از کشته و از زخمی شدن 4 حراس افغان در این ولایت خبر می دهند. در یک خبرنامه فرقی 20 پامیر آمده است که در ادامه عملیات نظامیان کشور در منطقه بازقندهاری و حضرت سلطان شهر کنداز یک تن از حراس افغانان کشته شد و 3 تن دیگر آنان زخم برداشتند. برای بحث بیشتر در این مورد سید محمود دانش سخنگوی والی کنداز از شهر کنداز با ما هستند روی خط اسکایپ. آقای دانش خوش آمدین و میشد بیشتر در مورد عملیات که در ولسوالی های کنداز برای انداخته شده بود بگوین که این عملیات ها چقدر موفق بوده و همچنان در اطراف شهر این عملیات ها برای انداخته شده بود. تشکر، سلام بر شما، سلام بر تمام تیم تکنیکیتان، به تمام مردم افغانستان، برای کسایی که تلویزیون شما را همی اکنون میبینه تقدیم میکنم. بدون شک عملیاتی که در کندوز به نام عملیات پامیریک از چندین روز به این طرف رو اندازی شده، دستاوردهای قابل ملاحظه را در تامین امنیت داشته، از جمله در بر مخالفین تلفات بسیار سنگین وارد شده. در چند روز عملیات در حدود 35 کشته داره مخالفین و بیش از 60 زخمی داره. همچنان قریه های عرب قشلاق، ملا سردار، بوزیالچین، این مناطق از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده. در این حال سرک هایی که منتهی به طرف کنم و حضرت سلطان میشه که در گذشته ها دشمن های افغانستان مین را جابجا سازی کرده بودند، توسط تیم تطهیر فرقه 20 پامیر در ولایت کندوز پاکسازی شدم. الحمدلله این عملیات به گونه خوب ادامه داره و دستاوردهای قابل ملاحظه هم داشته. میشه در مورد اطراف شهر کندوز هم بیشتر بگوین که تا چه اندازه اینا آسیب پذیر هستن از این امنی هایی که وجود داره؟ در کل تحرکات دشمن ضعیف شده، مورال دشمن ضعیف است، دشمن ضعف خود احساس کرده. الحمدلله وضعیت در مناطقی که به شهر نزدیک است هیچ مشکل وجود نداره الحمدلله، ولی باز هم در مناطق حضرت سلطان، کنم، این مناطق تحرکات دشمن گاه گاه پیدا میشن و گونه مقطعی است. اما استقامت نیروهای امنیتی و تلاش جدیت تمام تیم رهبری نظامی در ولایت کندوز الحمدلله برای افزایش امنیت و تأمین امنیت بهتر هرچه شهروندان عزیز ما گسترش پیدا کرده. اما مردم کندوز خواهان عملیات جدی در اطراف شهر کندوز بودند و حالا که بخصوص در شهرها و حالا این عملیات پس از 2 سال به صورت جدی صورت نگرفته و آل هم مخالفین میاین از اطراف و داخل شهر میشوند. در اواخر الحمدلله تمام مسئولین نظامی، قطعات نظامی، یک هماهنگی مشترک بینشان ایجاد شده و در رأس در کل رهبری نظامی که عملیات های جنگ را رهبری میکنند فرقه 20 پامیر هست، یک تشریک مساعی کاملا خوب پیدا شده الحمدلله. و این عملیات را که در اواخر به نام عملیات پامیر یک توسط نظامی های افغان در ولایت کندوز، قطعات مشترک اردو و امنیت ملی و همچنان پلیس ملی را اندازی شده بود، به خاطر هماهنگی بیشتر دستاوردهای خوب و قابل ملاحظه داشت. اما شک نیست که مردم نگرانی های خود می داشته باشند، چون تهاجم 12 میزان و سقوط 6 میزان سال گذشته هم باز هم برای شهروندهای ما نگرانی را ایجاد کرده. اما این اطمینان را در 12 میزان نیروهای نظامی یک بار دیگه ثابت کردن دیگه دشمن جرأت نمیتونه در برابر نیروهای نظامی استادگی بکنه و تلفات بیشتر هم داشتن. حالا با وجود از اینکه عملیات در اطراف شهر کندوز جریان داره، عملیات پامیر یک، شما تا چه اندازه میتونین به مردم کندوز اطمینان بدین که دیگر این ناامنی در اطراف شهر کندوز بیشتر نخواهد شد و با این عملیات امنیت دوباره برخواهد گشت؟ بدون شک بر تمام مردم شریف ولایت کندوز اطمینان میتین که حکومت محلی به رهبری آقای عمر خیل والی ولایت کندوز، جمع تیم نظامی که فرقه 20 پامیر است، پلیس است، پلیس زون هست، اینها و امنیت ملی هست،
برعلاوه ارادی قاطع تلاش جدی در امر مبارزه با تروریسم و طالبا دارند و در این حال جدی های اخیر رهبری حکومت محلی باعث شد که تامین امنیت در ولایت کندز بهترتر شده، مردم آرامتر زندگی میکنند و آرامش خاطر در ذهن مردم ایجاد شده و همچنان حکومت مرکزی در حمایت از نیروهای امنیتی در ولایت کندز تمام امکانات را الحمدلله در اختیار نیروهای امنیتی قرار داده که خوشبختانه با این دو دستاورد بزرگ و با این دو اراده بزرگ بر تمام مردم شرافتمند کندز اطمینان می‌دهیم که سال 1396 یا بهار 96 بهار امنیت و ثبات در کندز خواهد بود. آقای دانش، میخواییم معلومات بیشتر و جزئیات بیشتر در مورد وضع امنیتی ولسوالی ها داشته باشیم که وضع امنیتی ولسوالی ها چیگونه هست؟ در کل امی عملیاتی که ما بنام پامیریک در حومه شهر داریم، عملیات دیگه هم در ولسوالی ها نیروهای نظامی دارن، ولی الحمدلله در ولسوالی های ولایت کندز امنیت به خوبی برقرار هست. در بعضی مناطق چالش ها هنوز هم وجود دارد، تهدیدات دشمن هست. برخی از ولسوالی ها بر علاوه طالبان و سلح غیر مسئول هم به عنوان یک چالش تلقی میشه. حکومت محلی و رهبری حکومت محلی در این اواخر تصمیم و اراده قاطع برای حل صلاح مردم گرفته که تا بتانه مردم در ولسوالی ها هم در یک آرامش نسبی و در یک آرامش کلی زندگی بکنن. میشه از ولسوالی های نام ببرین مشخصن که چند ولسوالی به صورت کامل در دست طالبا هست و چند ولسوالی قسمن در دست طالبا هست و همچنان بخصوص در مورد ولسوالی هایی که تازه ایجاد شدن؟ خوشبختانه بعد از سفر جلالتماب رئیس جمهور افغانستان که 3 واحد اداری را در ولایت کندز منظور کرد که کلباد است و ولسوالی گلتیپه و آبتاش است، بدون شک این واحد های اداری تاسیسات تا هنوز ندارد. نیاز به یک زمان داره که تا واحد های اداری ازیر تعمیراش درست شود، جور شود و عملا مامورینشون جبر کار را آغاز بکنند. اما هیچ یک از این ولسوالی ها در به گونه کامل تحت رهبری طالبان نیست، اما در این ولسوالی هایی که من براتون به عنوان واحد های اداری 3 ولسوالی یاد کردم، بدون شک طالبا به عنوان یک چالش در بعضی از مناطق هستند و حضور دارند و عملیات ها هم ادامه داره برای سرکوبشان. اما ولسوالی خان‌آباد، ولسوالی قریزال، ولسوالی ارچی، ولسوالی امام صاحب و ولسوالی چاردره و ولسوالی علی‌آباد، اینا ولسوالی هایی هستند که الحمدلله تمام فعالیت های حکومتداری خوب به گونه کامل در اونجا انجام صورت میگیره و تمام شهروندا به گونه مسئول زندگی میکنن و به کاروبار روزمره خود ادامه میدن. میشه در مورد بیجور شدگان کندز هم بگوین که یکی از چالش های کندز بیجور شدگانش بود که در ماهای گذشته از اثر ناامنی بیجور شده بودند. حالا به چه تعداد از این بیجور شدگان دوباره به کندز آمدند و به چه تعدادشان در کدام ولایت های دیگر هستند؟ در حادثه منظورتون اگر حادثه اخیری که در 12 میزان اتفاق افتاده، هیچ هموطن کندزی و هیچ فامیل کندزی دیگر در ولایت ها مهاجر نیستند. عملا دوباره به خانه هاشون برگشتن، در خانه هاشون زندگی میکنن و مصروف کاروبارشون هستن. آیا حالا راضی هستن از امنیت که تامین شده در کندز؟ بدون شک مردم انتظار امنیت بیشتر را از حکومت داره و ما تلاش جدی در تامین امنیت بهتر میکنیم، اما تلاش خود در آوردن رضایت مردم داره، ولی بازم مردم نگرانی خود را نشان میدن بدون شک. اما امنیت در کندز لله الحمد روز به روز بهتر شده و با گسترش این عملیات، نکته دیگری که میخوام اشاره بکنم، موضوعی که عملیات پامیریک وقتی که برا افتاد، یک تعداد از فامیل ها از مناطق کمی قریه هایی را که بر شما نام گرفته بودم مهاجر شدن. دو بار جلسه کمیته اضطرار تحت رهبری آقای اسدالله عمرخیل دایر شد که از تمام همکارای بین المللی و در عین حال ریاست هایی که مسئولیت بر رسیدگی مهاجرین نداره و همچنان برای مردم بیجار شده نداره،
کمک‌های آنی و عاجل و فوری باید برای مردم صورت بگیره و تلاش‌ها بر از این جریان داره که برای مردم جاهای امن و مناسب و در این حال جایی که در این فصل سرما بتونن زندگی بکنن. های این تلاش‌ها تا حال عملی شده؟ عملی شده شک. بعضی از مستاد در همکاری با ریاست مهاجرین سروه خود آغاز کردن و رسیدگی شروع است. خیلی ممنون از شما آقای سعید محمود دانش، سخنگوی والی کنداز. خیلی ممنون. سلامت.